سلام وقت شما بخیر برادیابی خوش آمدید رئیس جمهور در حکم از میان زمین های محافظت عامه اینستیتوت اتومیخانیک کابل و تعمیری که مربوط به وزارت فواید عامه است اینستیتوت اتومیخانیک کابل را به اداره امور زندان ها واگذار کرد که با واکنش خیلی زیاد از استادا متنفسین و باشندگان محل روبرو شد و در نتیجه رئیس جمهور حکمش را پس گرفت و این ساختمان انستیتوت را دوباره به اداره اتومیخانیک کابل واگذار کرد و اداره زندان ها مکلف است تا این ساحه را دوباره ترک بکنه و این ساختمان به اداره اتومیخانیک کابل مربوط به اداره تعلیمات و تخنیکی مسلکی وزارت معارف که قبلا حالا شامل بخش دیگه از حکومت میشه واگذار شود. ای که چقدر نیازمندی احساس میشه تا اداره تخنیکی و مسلکی حمایت شود و چقدر بحث انتقال این انستیتوت به اداره تنظیم امور زندان ها واقعا بجا بود بیشتر در این برنامه صحبت میکنیم. سید فرهاد هاشمی مسئول تحسن کنندگان و همچنان شاه محمود احمدی استاد دانشگاه برای بحث بیشتر با ما هستند. بسیار خوش آمدین آقای هاشمی. با شما قصد بکنم پس از تحسن شما و نشر گزارش هایی را که ما هم برنامه گذشته رادیویی را رویش کار کردیم، چه تغییر اتفاق افتاد در بحث فرمان رئیس جمهور و حالا یه اداره و تحسن شما به کجا رسید؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین سلام خدمت شما، خدمت جناب استاد. خب همونطوری که در جریان هستین یک مقدمه ما میخواییم بگویم که نظر به ماده 46 قانون اساسی تعلیمات تخنیکی مسلکی از وجایب حکومت است که در اقتصاد بازار آزاد برای شهروندا ایر مهیا بسازه تا هر شهروند بتانه خودکفا باشه و در مارکت یک شغل داشته باشه که هم خودش از اون نفع بره و هم کسای دیگه رو بتانه استخدام بکنه، یعنی مربوط اشتغال فردی و جمعی همچنان میشه. به می قسم قانون معارف فصل پنجمش مکمل روی مشخصات تعلیمات تخنیکی و مسلکی بس داره و ای بندازه مسئولیت های حکومت در کنفرانس های بین المللی همچنان بسیار گسترده است که حکومت افغانستان بالاخره تصمیم به این گرفت که تعلیمات تخنیکی مسلکی را به صفت یک اداره مستقل انکشاف بده. این بعد اهمیت قضیه است. این طرفتر ما دیده شد که در اواخر تقریبا چند ماه قبل به اساس حکم رئیس جمهور تعمیر اتومیخانیکی که حد اقل 57 سال به این طرف 56 سال به این طرف فعالیت داره و تجهیزات داره، ظرفیت داره، خود ساختار یا استرکچرش به اساس ساخته شده که ماشین های بسیار غول‌پیکر میتونه در اون منتاش شوه، این به اساس یک حکم که در او حکم سه گزینه داده شده بود داده شد برای اداره زندان ها. خود اداره زندان ها نظر به ماده 90 قانون اساسی که هر اداره جدید باید وقتی ایجاد میشه از مجرای شورای ملی اینا باید تصویب شوند، تایید بگیرن، اما هنوز تایید نگرفته، تصویب نشده و در نمت یک شرایط در پهلوی ازی که خودشان هنوز سرنوشتشان معلوم نیسته، اینا خواستن که یک اداره بسیار منظم را، یک اداره که تولید میکنه انسان ها را قادر میزده تولید بکنه و اشتغال بار میره، این همونطور یک اداره را با دستاوردهاش، با ظرفیتهاش، با وسایل تجهیزاتش همه مسائل نادیده گرفتن و خواستن که را تصاحب بکنن. تحسن ما ریشش در این بود که ما میدانستیم که رئیس جمهور خودش اقتصاد میدانه، در رأس کشور است، مسئولیت ملت را داره و ما یقین ما از ابتدایی بود که در خلای معلوماتی قرار گرفته، در غیر از او هیچ عقل سلیم حکم نمیکنه که چنین یک حکم داده شوه و خوشبختانه که سادگی کردیم یک جا با متنفذین با حد اقل بیشتر از 68 نهاد با استادا و در مجموع یک جا با خود تعلیمات تخنیکی و مسلکی. خوشبختانه قبل از اینکه ما به طرف استودیو بیایم دستاورد ما ای است که رئیس جمهور حکم داده که اینا هر چی زودتر اداره زندان ها تعمیر انستیتوت را تخلیه بکنن و انستیتوت دوباره حیات خود را کمافی سابق ادامه بده. پیشنهاد که شده بود به طرف ریاست جمهوری در اونجا ذکر شده بود که اداره این اتومیخانی کابل یک تعمیر مخروب است، اونجا متعدد مواد مخدر وجود دارن، حیوانات ولگرد در اونجا هستن که سبب آزار اذیت مردم حتی میشن. چی است؟ اصل قضیه از چه قرار است و فکر میکنین که حالا وقتی که شهرسازی و اراضی با اداره تنظیم امور زندان هایی را پیشنهاد میکنه برای ریاست جمهوری چقدر بجا بوده این پیشنهاد؟ ببینین تعمیر و ترمیم نیاز داره، این شک نیست، چرا او تعمیر جنگ های داخلی را گذرانده و همچنان بعد از او هم هر تعمیر منتننس کار داره، درست؟
اما ای که به مخروبه بدل شده و ای که اونجا صنف وجود نداره، ای که معتادین در اونجا حضور دارن، ای که مکان جمع شدن سگهای ولگرد است، کاملا غیر حقیقی بود و ای را شما در گزارشتان همچنان دیدین. در اونجا ماشینالات حضور داره، در اونجا چوکی ها است، صنف رسم تکنیک شما خودتان به تصویر کشیدین. به این قسم شما دیدین که صنف ها حتی با نوت که داده شده بود، هرچند دال قرنطینه است و در جریان قرنطینه همه مکاتب رخصت است، اما نهادهای تسلط عالی تمامش ویکند است، خالی است. اما در حقیقت وقت شما اونجا میبینین، تمام شواهد بر ای است که یک تعمیر فعال است. ای که ترمیم نشده، ما ببینین صدها میلیون دلار سالانه تنها از طریق NSDP وزارت کار اجتماعی به کمک بانک جهانی به پروژه های خرد و کوچک به نام خودکفایی داده میشه، به نام پروژه های مسلکی خودکفایی. چرا حکومت توجه نداشته تا مطور یک تعمیر بزرگ با می امکانات، با می ظرفیت، با می توان، چرا توجه نداشته که باید ترمیم شود؟ خواهش ما است که در صورتی که تعمیر نشده، به این معنا نیست گوره شما بگیرین به اداره زندان ها بدین. خب گیرین به اداره زندان ها دادین، اداره زندان ها مگر میتونه یک تعمیری که خودشان میگه مخروب است برنده اوجه کار بکنن؟ معلوم درست که نمیتونه، درست؟ وقت نمیتونه. تعمیر باید به هدف ساخته شده ترمیم شود، دوباره به هدف استفاده شود. حالا وقتی که چنین برخورد با اداره اتوبیخانی کابل صورت گرفت، بحث ترمیم از چقدر جایگاه دارد تا حمایت صورت بگیرد از بخش تکنیکی و مسلکی و اون بخشی را که ما هم دیدیم در گزارش در برنامه پیشتر رادیویی او را پخش کردیم، بحث نیازمندی برای تقویت از چقدر دیده میشه؟ عظیمی عزیز، در 18-19 سال گذشته با وجود که تریلیون ها دلار مصرف شده، همه ما شاهد هستیم که همطور یک تعمیر با می ساختار استرکچر بسیار 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 به ندرت در افغانستان به نظر میرسه که اعمار شده باشه. این تعمیر سرمایه ملی است. این تحسن ما به خاطر از این نبوده که استادان نره زندان ها نبیای، استادا بره زندان ها نبیای. این خط منافع ملی است، به خاطر پیشرفت اقتصاد است، به خاطر تربیه اولاد وطن است. ببخشین که متاسفانه هر روز در ایران و پاکستان و کجا و کجا یا به فرادگرایی میرن، یا انتحاری تربیه میشن، یا داتش سوختانده میشه. اینا باید عرفه یاد بگیرن، عرفوی شون، به پای خود استاد شون تا بتونن که برای وطن خدمت بکنن. اینکه چقدر نیازمندی احساس میشه برای حمایت، چون صحبت میکنیم برمیگردیم با شما آقای هاشمی. آقای احمدی، این می نفس فرمان رئیس جمهور و انتقال ساختمان انستیتوت به اداره زندان ها در چی میبینین و فکر میکنین که بحث ازی است که مسئله تکنیکی و مسلکی و بخش تکنیکی و مسلکی و انستیتوت هایی که وجود داره در افغانستان با وجود در اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی این حمایت صورت بگیره، یا ای که اگر این شکل جایداد از پیششان گرفته بشه و دوباره واگذار میشه، حالا چه شکل یک توجهی باید صورت بگیره؟ سلام عرض ادب دارم خدمت مهمان عزیز هاشمی صاحب و عظیم صاحب شما و بینندگان محترم. سلام هاشمی. البته بخش انستیتوت مسلکی یک بنیاد یا یک بخشی است که در جامعه ما خیلی اثرگذار هست و میتونه کدرایی را برای ما تولید بکنه که بتونه جامعه را با پای ایستاده بکنه. هر قدر که این بخش حکومت یا نهادهای مربوطه کمک بکنن، میتونن بخشای جدیدی را بیشتر را در بخش اشتغال زایی تولید بکنن و امکاناتش برای جامعه فراهم بسازد تا بیشترین مراجعین ما در این بخش داشته باشیم که بتونه به جامعه ما یک امکانات خوبی را تقدیم بکنه تا مردم از این مشکلاتی که فعلا بیکاری است، مشکلات است، از اینا رنج نبرن و بتونن یک ثمره خوبی را به دست بیارن. ولی متاسفانه که در شرایط فعلی قسمی که ما میبینیم، بیشترین تصمیمایی که گرفته میشه از طرف اداره ریاست جمهوری است یا از بخش‌های دیگری، بیشترین نظریات از مشاورین میباشه. کمی هر موضوعی را که مشاورین پیشنهاد میکنه یا یک وزارت یا یک بخش پیشنهاد میکنه، بدون از اینکه درباره از او غور شوه، بررسی شوه، ساحه یک بار چک شوه، اما چیزی که در متن است او را میخوانن و پایین امضا میکنن و قابل اجرا است. ما اما متاسفانه که این مشکل در بنیادهای دیگر هم چندین بار تکرار شده و متاسفانه بار در بخش انستیتوت مسلکی هم تکرار شد که خوشبختانه پس هم موضوعی که از گذشته بود و با ما روال عادیش انشاءالله برمیگرده و همگی میتونه که به درس خود به شکل درستش ادامه بتن. اما اگر هر موضوعی که میباشه در بارش یک بررسی شوه، چهار بودش سنجیده شوه، باز میتونیم ما از یک نتیجه مثبت خوب بگیریم. حالا چقدر نیازمندی احساس میشه برای تقویت بخشوی تکنیکی و مسلکی با توجه به بازار کاری که افغانستان داره و فارغان لسانس، دوره لسانسی که بیشترینشان بیکار هستند؟
البته ما در افغانستان مشکلات بیکاری را بیشتر داریم و اکثر افرادی را جوانایی را ما داریم که لیسانس هستن یا 14 پاس هستن، علاقمند هستن که به خارج از افغانستان تا به کار کردن برن، ولی زمانی که اقتداری را که قسمی که در پروژه قبلی ما آگاه هستم، جوانایی که میخواستن به خارج از مرز برن به کار، از اونا درخواست شد که شما به کدام رشته میرین، مثلا به تکنیک موتر میرین یا به رستورانت میرین یا به بخشای دیگه، از اینا تقاضا شد که شما اسنادتان را بدین، ولی اینا چیز اسناد نداشتن، فقط در مو اداره یا در بخش کار کرده بودن بدون کدام سوابق، بدون کدام اسناد و اینا نمیتونستن. پس حالا قسمی که ما نظر به این موضوع میبینیم، بخش انستیتیوت مسلکی یک بخش مبرم و حیاتی بر جامعه ما میباشه، هر قدری که دولت بتانه این بخش تقویه بکنه، کمک بکنه، با مو قدر میزان بیکاری در جامعه ما کمتر میشه. ما رفتیم دیدیم در بحث کمک هایی که صورت گرفته بود به بخش اتومیخانی کابل، تجهیزات و امکانات ماشینالات اونجا وجود داشت، در بحث کمی و کیفی چقدر تا هنوز توجه شده به این بخش؟ البته متاسفانه یه گزارشی که در سال 2013 هم نشر شد، یک انستیتیوت دیگر به نام بخش مسلکی فعال ساختن که در گزارش در روز زمان فاروق وردک وزیر معارف بودن و یک بخشی را به بخش انستیتیوت مسلکی بخش عرفا بالکل جدا کردن، موین صاحب بود در او بخش و اینا کوشش نمیکنن آنچه که از گذشته دارن بالای از یک مقدار مصرف کنن و او را رشد بدن، کوشش میکنن یک بنیاد نو بسازن بدون از یک او را پیگیری بکنن کارش ادامه بدن. اینا کار کوشش میکنن که با مقطع زمانی کسی که وزیر است، موین است، هر کسی که در رس است، یک کار را میکنن، یک قلوخ دعب میمانن و میگذرن، ولی اگر بخواین کار اساسی بکنن باید همون داشتهایی که خود ما داریم اونا را تقویه بکنن، رشد بتن. ما میتونیم که رشته های زیادی را در بخش مسلکی ما در این انستیتیوت امکاناتش داریم که به فعال بسازن و بتونن همگی جامعه ما از این استفاده بکنه. کسایی که فارغ دوازده برای ظرفیت سازی کلان، برای توجه روی مسلکی سازی و تخصص سازی در بخش های غیر تحصیلی که بس مسلکی بود، بس تخصصی و عملی کار عملی است. مشکل عمده که ما فعلا در مؤسسات داریم، در انجو داریم یا در ارگانهای کاری داریم، وقتی که یک کسی که با مدرک میره و یک کسی که بدون مدرک میره هیچ امتیازی نداره، هر دوشان یکسان است. اگر یک کسی از بخش انستیتیوت مسلکی، از بخش تکنیک موتر فارغ میشه، میره در یک جای کار میکنه و یک کسی که چه اسناد نداره، هر دوشان یکسان است. اگر ادارات این موضوع هم از نظر بگیرن، پس یک چیز واضح است که خود این بخش ها میتونه که رشد بکنه. تا زمانی که نهادها به این موضوع توجه نکنن که کارمندای مسلکی را با خود داشته باشن، کسی را داشته باشن که مدارک داشته باشه، باز ما میتونیم از این استفاده خوبتر و بهتر بکنیم. اما در این شرایطی که ما بسر میبریم، بس نیازمندی بازار کار بر افراد مسلکی و تکنیکی، ما وقتی صحبت کردیم گفتن که افراد مثلا 900 تن محصل انستیتوت اتومیخانی کابل داره و افرادی که پیش از این فارغ شدن هیچ کدام بیکار نماندن، اما در تناسب به فراغت محصلان از دانشگاه های خصوصی و دولتی، اینجا بازار کار نیازمندی بیشترش به طرف کدام یک زیادتر است و جلب میکنه؟ اگر ما یک توجه بکنیم، همین گزارشی را که قبلا شما نشر کردین، پیش از این شاید فیصدی زیاد مردم آگاهی نداشت که ما یک نهادی به نام انستیتیوت مسلکی اتومیخانیک داشتیم. کسای جوانایی را ما داریم که فارغ از 12 میشن و علاقمند هستن که یک بخش مسلکی را بخوانن، ولی اونا بیچاره میرن حقوق میخوانن یا میرن یک بخش دیگه را میخوانن، چون در این باره آگاهی ندارن. مگر ما یک امکاناتی را داشته باشیم که درباره از این تبلیغات شوه و معلومات برای مردم داده شود، می نزدیک کانکور که میشه که اینا هم بتانن، کسایی که فارغ از 12 میشه بتانن به بخش مسلکی رو بیارن، یک نکته خیلی مثبت و بارز است. ولی متاسفانه چنین معلومات برای کس داده نمیشه. با وصف از اینکه ما بیشترین افراد در جامعه خود داریم که بیکار هستن، حتی فارغ 12 هستن، با تحصیلات عالی را نیافتن و امکاناتش نداشتن، ولی آگاهی هم در این باره نداشتن که ما یک انستیتیوت داریم به بخش مسلکی که میتونه اونا را من حیث یک کارگر به مارکت عرضه کنه. تشکر. چقدر آگاهی در بحث تکنیکی و مسلکی در سطح کلانش وجود داشته تا کنون در افغانستان و چقدر نیازمندی کلان وجود داره برای بازار کار و برای از لحاظ کمی و کیفی که باید توجه شوه و مردم دیگه نرن که حقوق بخونن، اقتصاد بخونن و در نتیجه هم بیکار برن، معلوم هم نباشه که به کجا وظیفه میگیرن.
خب عظیمی عزیز، وقت شما یک مرور بکنین تعداد مسئلین را که رفتن بیرون از افغانستان و یا در داخل افغانستان درس خواندن، حد اکثر توجه جوانای ما به حقوق قصران والی و سیاست و مسائل مختلف هستن، در حالی که باز اینا وقت فارغ میشن متاسفانه مارکت کار به او ظرفیت برای اینا وجود نداره، در حالی که چیزی که بسیار معقول است این است که اکثریت جوانای ما باید متوجه ازی باشن که حرفه بیاموزن. حرف آموزی چیزی است که میتونه جوانا رو به پای استاد بکنه، اما دو مسئله مطرح است. یکی مسئله آگاهی رو که استاد بسیار خوب اشاره کرد، واقعا آگاهی به خاطر وجود نداره که فعلا کسی وقت نمره پایین تر گرفت او را خودشان تنظیم میکنن که شما برین اداره تعلیمات تکنیک مسلکی رو بخوانین یا انستای نیمالی رو بخوانین. در مجموع انستای نیمالی که ما شما داریم، کسایی که نمره بسیار پایین در کنکور میگیره باز برای زنا میتن. یک طرف قضیه است. موضوع دومی است که در افغانستان تحولات سیستمی خود دولتداری قسمی بوده که مردم چندان در جریان قرار نگرفتم. مثال برتان میگم، شما برین یک مسئله پرسان کنین که چی میخوای شوی، میگم من میخوام وقت فارغ شدم در داخل حکومت کار کنم، در حالی که این حکومت تا حکومت قبلی که توقع همگی ازش بود که باید مرجع اشتغال باشه فرق میکنه، این حکومت پالیسی ساز است. چرا یاگایی مردم نداره؟ به خاطر که هنوز مردم خود شیوه دولتداری و سیستم دولت را به اون سطح که ایجاب میکنه بلد نیستن، آشنایی ندارن. یک طرف مارکت کار است که تقاضا میره حکومت پالیسی ساز باشه و بازار آزاد است، رقابت آزاد باشه، هر کسی خودش بتونه که شغل داشته باشه و به پای خود استاد شه. طرف دیگه توقعاتی است که از حکومت های قبلی با مردم مانده که دولت تنها مرجع استخدام میبینن. این حال این توقع و این روال بازار با هم در تضاد است. روال بازار ایجاب میکنه که ما باید خودکفا باشیم، این انستاین مالی خصوصا تکنیکی مسلکی اینا همش تقویه شوه، ظرفیت سازی شوه، بالای از اینا سرمایه گذاری شوه، ظرفیت سازی مطابق با نیازمندی و اولویت افغانستان، اولویت افغانستان شوه. و همچنین وقتی ما جرمنی رو مرور بکنیم، خود مدل پیشرفت جرمنی بیشتر مربوط به اشتغال فردی است. یا مثلا کره جنوبی رو مدل انکشافی شوه وقتی ما مرور بکنیم مربوط به اسیمی ها میشه، اسیمی ها در مجموع مربوط به اشتغال فردی است که به اساس مهارت های فردی هسته. یک کسی شما ببینید نمی فعلا یک جوان افغانستان میره خارج، حداقل $20,000 قرض میکنه خود میرسانه، در حالی که شما اگر او حرفه داشته باشه با $10,000 در داخل افغانستان پول خود سرمایه گذاری بکنه، 3-4 نفر دیگر رو میتونه استخدام بکنه. اما مشکلی است که توقعات یک طرف میره و مهارت ها وجود نداره، کمتر توجه میشه به نهادهای تسلط نیمالی تکنیکی مسلکی و این متاسفانه که جوانای ما را با یک کمبود روحی همچنان مواجه ساخته و بازار را با قلت کسایی که مسلکی باشه با اونا مواجه ساخته. موضوع دیگر وزارت کار مجتمعی، فعلا اینا یک تفاهم نامه دارن با امارات، پس از اون تفاهم نامه میتونن بر عربستان و امارات کارمند بفرستن، کارگر بفرستن، اما در صورتی که کارگر تکنیکی نباشه، تحصیلات حداقل نیمالی نداشته باشه مثل پیشتر استاد اشاره کردن، نمیتونن که اینا برن استخدام شوند. پس ببینین که ما حتی به سطح کارگران بیرون از افغانستان نمیتونیم کس را اعزام بکنیم. کارگری که رسمی باشه اساس تفاهم نامی بین حکومت ها باشه. نهایت توقع ما از رئیس جمهوری است که این نهادهای نیمالی را بسیار برش توجه بکنن، تجهیز بکنن، تمویل بکنن، روی طرحها کار شوه. مسئله پی 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 که در دیگر کشورها زیاد کار شده، همکاری بین سکتور خصوصی و دولتی است، پابلیک پرایوت پارتنرشپ است، روی ازی بسیار کار شده تا که اینها در رقابت با یک دیگر قرار بگیرن و بتونن که به شکل درست شاگردان هم تربیه بکنن و از امون هادای خودم دفاع بکنن که باز کسی دیگه اداری دیگه پیدا نشه، ادعا نکنه که شما هیچ کار نمیکنین بران این تعمیرتون بر ما بده. تشکر اخوی احمدی. چقدر نیازمندی برای تجدید نصاب اینجا مطرح میشه، برای تجدید اقدام برای ظرفیت سازی از طرف خود و حکومت، چقدر نیازمندی جدی است و باید روش کار صورت بگیره؟ البته متاسفانه اگر بگویم که در امی دو دوره که دوره آقای کرزی گذشت، یک دوره آقای اشرف غنی گذشت، و بخش معارف کمترین توجه را میکنند، ولی من مطمئن هستم که آگاه هستند، میدانند که اساس و بنیاد کشور معارف میسازند. اگر معارف نباشه هیچ چیزی نیست. پس اینا مکلفیت دارند، فرضشان است که در بخش معارف اینا سرمایه گذاری بکنند، واسطه گذاری بکنند تا بتانن بخش معارف ما را انکشاف بتن، رشد بتن و بتانیم امی
اگر بیشتر نمیشه حداقل به می چهار اطراف خود ما بتانیم رقابت بکنیم، پالیسی و امکاناتی را داشته باشیم که با اون برابری بکنیم. آقای احمدی، اون پالیسی و برنامه‌ای که با منظور پیشبرد بخش تعلیمات تکنیکی و مسلکی فعلا داره عملی میشه، این همین ظرفیت و کیفیت و کمیت نیازمندی های و اولویت های افغانستان میتونه برآورده بسازه، یا که باید رویش تجدید نظر صورت بگیره و اولویت ها به گونه جدی تعقیب شوه؟ البته اگر ما در لیست مطالعه بکنیم در بخش انستیتیوت مسلکی ما 4 یا 5 عرفه را داریم، بیشتر از اون نداریم. ولی اگر به مارکت افغانستان فقط توجه کنید، ما بیشترین امکان بخشایی را داریم که ما در افغانستان نیازمند و کارگر مسلکی هستیم. کسایی هست که در این عرصه باید تجربه بگیرن، درس بخوانن، تعلیم بکنن تا بتونن فقط با مارکت خود کابل کار بکنن. حتی کارگرای پاکستانی و ایرانی در افغانستان است. الان اکثر شرکت ها اگر شما داخل شوین، ما خودم با شرکتی رفتیم که 350,000 افغانی کارگر ما ماش داشت و در جمله تمام کارگر 2 تاش افغانی بوده و 20 دانش پاکستانی بوده و اینا هم کسایی بودن که در شرکت کار میکنه. وقتی که از مسئول پرسان میکنی که چرا اینا از خارج از مرز است، میگم ما کسی را متخصص یا کسی را نداریم در این رشته کار کنه، اصلا ما این را در بخش انستیتیوت مسلکی رشته را نداریم و امکاناتش نداره. ما اگر بیشتر نمیشیم 4 اطراف همسایه خود ببینیم، رشته های زیادی است که ما میتونیم از اونا بگیریم پالیسیش و طرحش و بونمو روش میتونیم که در مارکت خود ما کارگر تولید بکنیم و بتونیم کار خو ما میکنیم. امیالم در افغانستان ما کار میکنیم ولی کار میاری نمیکنیم، یک کاری نمیکنیم که با یک چوکات برابر باشه. حالا اگر شما به یک نهاد مراجعه میکنی که میخوای کار، وقتی که تو کارگر مطالعه میکنی میبینی چیزی را نمیتونی از او اصول بکنی، نیروی فیزیکی داره ولی از اون نیروی ذهنیش استفاده نمیشه. اگر ابروی ازیره ما یک جا بسازیم، ما میتونیم که کار خود در وقت کم به شکل درست و یک به میارش انجام بتیم. که میال ما امی واردات را فعلا از افغانستان و به بیرون داریم، اینا بسته‌بندی که میشن، سیستم و معیار که میشن، اینا کلش دای دای بخشا آموزش دیده که کارا را میکنه ولی ما در افغانستان چنین چیزایی را نداریم. چی باید شوه آقای احمدی اگر بحث ما را جمع بکنیم؟ مهمی است که ما باید دای سیستم یک مقدار تغییرات بیاره، رشته های بیشتری در بخش انستیتیو مسلکی جایگزین شوه تا مردم بتونه بیشتر به این بخش علاقمند شوه و بتانیم از یک استفاده درست برای جامعه خود بکنیم. تشکر بخوای هاشمی، حرفای آخر شما را میداشته باشیم برای توجه بیشتر و ظرفیت سازی در بخش تعلیم و تکنیکی و مسلکی چه اقدام صورت بگیره در کنار از اینکه تعمیر اتومیخانی کابل دوباره به انستیتوت واگذار شد؟ ما پیشنهاد میکنم که یک اسسمنت یا ارزیابی ابتدایی صورت بگیره که فعلا ظرفیت ها و تعمیرات و تمام وسایل که حکومت افغانستان در اختیار داره در قسمت تعلیمات تکنیکی و مسلکی چی است. دو، یک سروی مارکت صورت بگیره که فعلا در داخل خود افغانستان تقاضای بیشتر برای کدام رشته ها وجود داره. مسئله سومی است که بعدا به شکل تدریجی دیده شوه که اینها چطور میتونن که ارتباط تقویت ظرفیت در راستای نیازهای بازار چطور میتونن نهادها را عیار بسازن تا ابتدای همگام با انکشاف و همگام با نیازهای اینا بتونن که انکشاف پیدا بکنن و راه پیدا بکنن. بسیار تشکر. سید فراد هاشمی، مسئول تحسن کنندگان، و شما محمود احمدی، استاد دانشگاه، تشکر از حضورتون. تشکر از شما بینندگان عزیزم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.